بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. کافه پرسش رو آغاز میکنیم به اتفاق دوستان خوبم محمد جواد آخوند. سلام، وقتت بخیر. سلام و خدا قوت خدمت شما علی آقای عزیز و دوستان گلم و همچنین سلام خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که بتونیم برنامه های خوبی را از نظر محتوایی برای شما به نمایش بذاریم و از دیدنش لذت ببرید. ممنونم. سید امیرحسین عزیز سلام، وقتت بخیر. ممنونم که این شبها با ما همراه هستی. سلام علی آقای عزیز و دوستان خوبم و همچنین بینندگان عزیز که همراه ما هستید. محمد صادق وقتت بخیر. سلام، خوش اومدی به کافه پرسش. سلام دارم خدمت شما و رفقای گلم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم امشب هم برنامه خوبی رو در کنار هم داشته باشیم و نهایت استفاده رو ببریم. تشکر از محمد صادق عزیز. از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم که با ما همراه هستید. پای گیرنده های خودتون بشینید. کارشناس هم به جمع اضافه میشه و موضوع بحث این هفته ما مشخص میشه. من میخوام از یه استاد دانشگاه سوال کنم. یه انسانم، یه مسلمانم، یه شیعه‌ام، یه روحانی‌ام، یه ایرانی‌ام، یه سیدم. خب کشور ما اوزان اگر بنان هنوز ما تحتیلی داشته باشیم، چرا در قدیر ما این هنوز تحتیلی نداشته باشیم؟ قدم یا آخ این مملکت هم نه حتی مستحب بست نداشته، معلم نداشته به این معنا ان الذین یتبعون الرسول النبی الامی. خودش تبیین عقلی از اهل بیت و خدای معترین معیار انتخاب یه دختر خوب بانوی منعطفه ایجاد بکنه. اگه یه بانوی منعطفه بود انتخابش ابدا از هیچی نداره. انسان جز ترکیب کاری انجام نمیده. انسان مواد رو به هم میده. اشیا را در هر مردی آشکار نکنید. محرما را میشمرم. من از ما مبانی چندونیم را محرما را میشمرم. دینت از موی علم روی دانایی بریم بفهمید. یعنی اگر یک خدا را از روی علم فهمیده تشکر و سپاسگزاری از شما بینندگان و همراهان گرامی که با برنامه کافه پرسش برنامه خودتون همراه هستین. این شبها در خدمت کارشناس دیگری هستیم، جناب آقای سید محمد حسین حسینی که دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه خودشون کافه پرسش تشریف بودن. سلام علیکم، وقتتون بخیر. خوش اومدید جناب حسین. خیلی ممنون، تشکر از شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیزی که برنامه ما رو میبینن و خدمت همه دوستانی که اینجا حضور دارن. انشاءالله چند دقیقه‌ای که خدمت دوستان هستیم بتونیم بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم، هم برای خود بنده هم برای شما مفید واقع بشه. ممنون، بزرگوار فرمودین، دعوت ما رو پذیرفتین. جناب حسینی، وقتی که صحبت از زندگانی همه میشه، هر کدوم از ما به نحوی از زندگی یکی از اونها الگو برداری میکنیم. حالا مختص این هم نیست که فقط یه شخص بره سراغ زندگانی یک معصوم و اون رو تا آخر عمرش داشته باشه، میتونه از زندگی تمامی معصومین علیهم السلام الگو پذیری داشته باشه. و همونطور که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن، حضرت فاطمه سلام الله علیها برای ما هم الگو بودن. ما هم این موضوع بحث چون در آستانه ایام فاطمیه هم هستیم انتخاب کردیم و سبک زندگی فاطمی رو بررسی بکنیم. در خدمتتون هستم. خیلی خوبه. من ابتدای بحثم میخوام یک روایتی بخونم که حالا با توجه به موضوع برنامه حدیثی است که وجود نازنین آقا رسول الله، با این مقدمه که همه علمای ما، بزرگان ما، یک کتاب دعایی می نوشتن غالبا، یعنی رسم بوده در قدیم علما بزرگان یک کتاب دعایی جمع می کردن. حالا یک کتاب دعای معروف هست که مال شیخ عباس قمی است، بین کتاب‌های دعا معروف شد، گل سرسبد اونها شد به خاطر اخلاص شیخ عباس قمی، وگرنه بقیه علما هم این کتاب رو داشتن. یک کتابی هست به نام الدروء الواقعه، مال جناب سید ابن طاووسه. در اونجا یک روایتی نقل میکنه. حدیث این هست که وجود نازنین آقا رسول الله در مسجد مدینه نشسته بودن و در روایت نقل میکنه و نزل بهی جبرئیل، جبرئیل نازل شد. خب هر لحظه ای که میدونید جبرئیل قرآن رو دو جور نازل کرد، یه بار دفعتن همه قرآن رو بر پیغمبر نازل کرد و در مرحله بعد تدریجن، گاهی وقتا میومد یه سوره نازل میکرد، گاهی وقتا ده تا آیه، گاهی وقتا یه آیه.
وقتی جبرئیل بر پیامبر نازل میشد، آیاتی رو بر پیامبر قرائت میکرد، اصحاب نمیدیدن، متوجه نمیشدن. اصحاب داخل مسجد نشسته بودن، پیغمبر خدا هم در گوشه ای از مسجد. در روایت داره که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و نزل بهی جبرئیل و آیاتی رو بر پیغمبر، حالا میگم آیاتش رو، چه آیاتی بود؟ آیاتی در مورد عذاب روز قیامت رو بر پیغمبر نازل کرد. بعد در روایت داره که بکا النبی و بکا شدیدا، پیغمبر تو مسجد نشسته، اصحابم نمیدونن چی شده، یهو پیغمبر گریه میکنه. در روایت داره که بکا بکا شدیدا، به حدی گریه پیغمبر شروع شد، نگفتن اه چرا پیغمبر داره گریه میکنه، همه توجه کردن، دیدن گریه پیغمبر بیشتر شد. چی شده پیغمبر؟ بیشتر شد، به حدی گریه میکرد که پیغمبر، که در روایت داره شانه های مبارک حضرت میلرزید. از هم همه جمع شدن، از هم سوال کردن پیغمبر برای چی گریه میکنه؟ هیچی نمیدونست، چون نزول جبرئیل رو ندیده بودن، آیات رو هم نشنیده بودن. بعد در روایت داره و بکت صحابتهو لبکائه، انقدر گریه پیغمبر زیاد شد که اصحابم شروع کردن به گریه کردن، از گریه پیغمبر اونام به گریه افتادن. و ولم یدرو ما نزل به جبرئیل، ندیده بودن که جبرئیل نازل شده. گریه پیغمبرم هی لحظه به لحظه زیاد میشد، به حدی که در روایت داره ولم یستت احدون من صحابته، هیچ کی جرئت نمیکرد، انقدر گریه زیاد بود، بره جلو بگه مثلا یا رسول الله درد و بلای شما تو سر ما بخوره، چرا گریه میکنی؟ هی رفتن به بزرگترا گفتن، به محاسن سفیدا گفتن شما برید از پیغمبر سوال کنی، گفتن ما جرئت نمیکنیم. یک جنب و جوشی بین اصحاب ایجاد شد، هم از طرفی گریه پیغمبر رو میدیدن، هم از طرفی ناراحت جان پیغمبر بودن، نگران پیغمبر بودن، و از طرفی هم نمیدونستن پیغمبر آره چی داره گریه میکنه. خلاصه جمع شدن با هم مشورت کردن چیکار کنیم، یکی بره سوال کنه. در بین اونها وقتی با هم مشورت کردن، یکی یک نظر خوبی داد و حرفش این بود، گفت من نمیدونم پیغمبر برای چی داره گریه میکنه و این گریه هم که از پیغمبر من میدونم، نگران پیغمبر هستم، اما یه چیزی خوب میدونم، کان النبی صلی الله علیه و آله اذا را فاطمه سلام الله علیها فرح بها. من اینو خوب میدونم، پیغمبر خدا هر لحظه ای که وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینه خوشحال میشه. میخواد گریه پیغمبر قطع بشه، برید فاطمه زهرا رو ببینید. گفتن عجب نظر خوبی دادی، بری. یه عده از اصحاب حرکت کردن به سمت خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا، در رأس اونها صحابی مخلص سلمان فارسی. روایت از اینجا شروع میشه، سلمان میرسه کنار خانه، اصحاب کنار میرن، سلمان میره در میزنه، بی بی سلام میکنه از داخل خانه، اذن ورود میگیره، سلمان داخل میشه، میگه من وارد خانه شدم، صحنه عجیبی دیدم، دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها داره کار خانه میکنه، با دست داره جو آسیاب میکنه، با دست کار خانه میکنه، با زبان داره ذکر خدا میگه. این نکته ایه که انسان هم میتونه در موقع کار هم کار بکنه، هم ذکر بگه، هم برای آقایون هم برای خانوم ها. سلمان میگه من وارد شدم، جریان رو برای وجود نازنین بی بی دو عالم تعریف کردم که ما تو مسجد بودیم، به یک بار پدر شما به گریه افتاده، به حدی گریه میکنه، ما نگران پیغمبر هستیم، میشه شما بیاید مسجد شما رو ببینه خوشحال میشه پیغمبر، شما سوال کنید از پدرتون علت گریه رو. فاطمه زهرا سلام الله علیها قبول کردن. بعد اینجا میگه وقتی که سلمان میگه فاطمه زهرا از جا بلند شد که همراه من به مسجد بیاد، ولتفت فنهزت ولتفت به شملت لها خلقه، فاطمه زهرا از جا بلند شد، چادر به سر کرد، من نگاه کردم دیدم چادری که فاطمه زهرا سلام الله علیها به سر کرده خیلی کهنه است، خیلی چادر کهنه است، به حدی که قد خیتت فی اثنی عشر مکان، 12 جای این چادر وصله پینه خورده. سلمان میگه وقتی من نگاهم به این چادر افتاد و نظر سلمان و فارسی الی شملتن و بکا، میگه من گریم گرفت، ناخدا کا این چادر رو دیدم گریم گرفت. فاطمه زهرا چیزی نگفتن، این توضیح سلمانه، میگه و قال وا حزنا ان بنات قیصر و کسرا لفی سندس و حریر و ابنه محمد صلی الله علیه و آله
عالم میگه من دختران پادشاهان روم و قیصر و اینها رو دیدم، اونها پارچه های از حریر و سندس به تن میکنن، پارچه های فاخر میپوشن، سرور زنان دنیا و آخرت، دختر پیغمبر خدا، اول شخصیت عالم، این چادر به سر کنه، من گریم گرفت. بی بی چیزی نگفتن. وقتی با هم حرکت کردیم به سمت مسجد، وقتی که به مسجد رسیدیم، یه نکته تربیتی هم اینجا هست. شما ببینید امروز مثلا میگن دختر با پدر چجور باید صحبت کنه، فرزن با پدر، پدر و مادر با فرزن. شما تمام روانشناسان عالم بیان ببینن فاطمه زهرا سلام الله علیها با پدرش چجور صحبت میکنه. وقتی فاطمه زهرا وارد مسجد شدن اینجوری شروع کردن، فدایی تو که فاطمه فدات بشه بابا جان، فدایی تو که منزل لذی ابکا بابا جون، قرمونت بشم دورت بگردم، فاطمه فدات بره، برای چی گریه میکنی؟ تا پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدن گریهشون آرام شد لبخند زدن. بعد قبل از اینکه علت گریه پیغمبر رو سوال کنن این جمله رو اونجا گفتن، صدا زدن یا ابتا یا رسول الله ان سلمان تعجب من لباسی، بابا جان سلمان از چادر فاطمه تعجب کرده. بعد پیغمبر اونجا شروع کرد، سلمان تو دیگه چرا، مگه فاطمه رو نمیشناسی؟ ان ابنتی فاطمه لفی خیل سوابق، فاطمه زهرا خیل سوابق در زبان عربی به چی میگن؟ به مسابقه استوانی میگن. چجور از سوارکارا از هم سبقت میگیرن که جلو بزنن برنده بشن؟ پیغمبر این مثل رو زد، فاطمه زهرا در دنیا برنده مسابقه تحمل سختی هاست، فاطمه زهرا سلمان در دنیا برنده تحمل مشکلاته، فاطمه زهرا برنده همسرداریه، فاطمه زهرا در دنیا برنده مادر نمونه بودنه، فاطمه زهرا در دنیا در هر مسابقه‌ای که قناعت، ساده زیستی، در همه اینها برنده مسابقه است. این چه سوالیه میکنی سلمان؟ بعد از این قضیه فاطمه زهرا حالا علت رو سوال میکنه، یا ابتا منزل لذی ابکاک، بابا جان برای چی گریه میکردی؟ پیغمبر خدا این آیات رو میخونه که جبرئیل بر من نازل شد و آیاتی رو برای من آورد، آیه 43 و 44 سوره حج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، که توضیح میده، میگه مثلا جهنم چند تا در داره، فلان گناهکار از این در میبرن، کدوم گناهکار از کدوم، هر کدوم از یه در میبرن، عذاب اینجوریه. بعد جالبه که من آخر این روایت رو براتون بگم که ناقص نباشه، وقتی آیات رو پیغمبر برای فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندن، جالبه بعد از این فاطمه زهرا شروع کرد گریه کردن. ای بابا ما فاطمه زهرا رو بردیم که پیغمبر رو آرام کنه، آیات رو که خوندن فاطمه زهرا شروع کرد گریه کردن. بعد مقداد اومد وارد مسجد شد، گفت چه خبر شده، آیات رو خوندن، مقداد شروع کرد گریه کردن به حدی که میگن از گریه روی زمین افتاد. بعد صدا زد کاش من اصلا مادرم نازا بود و من رو به دنیا نمیاد و من این آیات رو در مورد قیامت نمیشنیدم. بعد ابوذر وارد شد، ابوذر وارد شد، به ابوذر هم گفتن همچین آیاتی نازل شده، ابوذر هم گفت کاش، ابوذر گفت کاش مادرم منو نمیذارید که من آیات رو نمیدیدم. مقداد گفت ای کاش من پرنده‌ای بودم در بین کوه‌ها، همونجا بی خشک و آب و علف میمردم، از بین میرفتم، این توصیف قیامت رو نمیشتیدم. یعنی ببخشید انقدر ترسناکه از ترسش مثلا گریه میکردن؟ حالا توضیح میدم، این بالاخره اون با توجه به معرفت هر کی، مثلا من برم این آیات رو بخونم شاید یه مقدار 24 ساعت در من تأثیر کنه، ولی برم آیات مرتبط رو بخونم، اون شناخت من از دین و معرفتی که دارم به همون اندازه ترس من بیشتر میشه. مثلا شما این عکس العمل اصحابه، امیرالمومنین وارد شد، گفتن چه خبر شده، آیات رو خوندن. در روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام وقتی آیات رو شنیدن با صورت روی زمین افتادن از گریه. میخوام بگم که اون آیات رو حتما رجوع کنید، نگاه کنید تفسیرشو، چقدر مهم بوده که هر کدوم از اصحاب وارد میشدن میشنیدن حالشون عوض میشد. این در موردی که روایتی که گفتم اینو میخواستم نکته رو استفاده کنم که وقتی که
پیغمبر شروع کردن به سلمان در مورد فاطمه زهرا تعریف کردن، یکی از نکاتی که اشاره کردن اینه زهد فاطمه زهرا، زندگی فاطمه زهرا، اون قناعتی که دارن، تحمل سختی ها و مشکلات و اون فقری که در زندگی ها هست، در زندگی فاطمه زهرا هم بوده، فاطمه زهرا و امیرالمومنین چجور با این فقر خلاصه کنار اومدن و در زندگی چجور زندگی کردن. این مقدمه بود که میخواستم بگم که انشاءالله وارد بحثمون بشیم. در خدمت شما هستم. سلامت باشید. از این مقدمه شما من چند تا برداشتم که زندگانی حضرت زهرا و امیرالمومنین همیشه با فقر و نداری همراه بوده. آیا ما هم اینطور با زندگی بکنیم؟ خب حضرات تمام دنیا در اختیارشون بوده و هر وقت اراده میکردن میتونستن به ثروت و مال برسن، چون که همه دنیا در اختیارشون بوده. ولی ما چی؟ ما که اراده اونا رو نداریم، مثلا با اونا نمیتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم. ما باید مثل اونها در فقر و تنگدستی زندگی بکنیم یا نه باید تلاش بکنیم برسیم به آرمانهای بهتر و به جاهای بیشتر، رفاه بهتر؟ ببینید، یک تصور اشتباهی که شاید ما مثلا از زندگی اهل بیت گاهی وقتا میشنویم که امیرالمومنین با دو قرص نان جو، آره چون که مثلا میگن که اونا همیشه الگوی ما باشن، ما هم از اونها باید اینطور الگو برداریم، مثلا نون جو بریم بخریم بخوریم. یا مثلا فاطمه زهرا در مورد جهیزیش توصیفاتی که میکنن اونجا در همین روایت داره، فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد مگه سلمان نمیدونه که فرش زیر پای من مادر و امیرالمومنین در خونه 5 سال یک حصیر ساده است. نه، قرار نیست ما اینجوری زندگی کنیم. خدا آقا امیرالمومنین علیه السلام هم در اون حدیثی که نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشتن، وقتی که خود حضرت فرمود هر کسی یک امامی داره که اون رو الگو قرار میده، من علی در دنیا به 2 جامه لباس ساده و 2 قرص نان به همین اکتفا کردم، ولی شما مثل من نمیتونید باشید، شما من رو یاری کنید به وسیله اون ورع از گناهان، به وسیله تلاشتون در مقابل تحمل سختی ها، به وسیله اون عفتتون، به وسیله اون درستکاریتون. حالا اینو میخوام بگم که هیچ موقع ائمه معصومین از ما نخواستن که ما مثل اونها 100% باشیم، ولی الگو قرار بدیم. الگو قرار دادن یعنی اینکه من تلاش میکنم خودم رو شبیه کنم. چطوری خودم رو شبیه کنی؟ مثلا یک وسیله، بهترین مثلا برای خانوم ها، بهترین وسایل در یک آشپزخانه زن مسلمان حق اونه. برای آقا بهترین ماشین، بهترین خانه، بهترین مرکب حق اونه. ما زینت شمردن. ولی اگر روزی این کم بود، امروز مثلا شما میدید، من مخالف نیستم، نمیگم فرق نیست، هست، کمبود هست، مشکلات هست تو زندگی، ما در این مواجهه با این مشکلات چجور باید برخورد کنیم، این مهمه. ما نمیخواد مثل حضرت باشیم، تلاش میکنیم برای قناعت کنیم، به این معنا که قناعت داشته باشیم، اسرافکاری کمتر بشه، اما بهترین امکانات حق مسلمانه، باید استفاده کنه. نکته اینه، موقعی که نبود، کمبود بود، گرانی بود، امروز یک عروس دومد میخوان ازدواج کنن، کمبوده، والا گرونی، نمیتونن اون زندگی از همین الان جهیزیهشون کامل باشه، الان چی کار باید بکنن؟ این باید الگو قرار بدن، قناعت حضرت. یعنی اگر باشه و بخرن هیچ اشکالی نداره؟ هیچ اشکال نداره، استفاده خود. پس اینکه خداوند این امکانات و جهان رو خلق کرده، پس برای چیه؟ ما باید مؤمن استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. یک نکته ای از دلبسته نباشه انسان. ببینید، من یه انگشتر خوب دست میکنم، هیچ موردی هم نداره، اما اگر دلبسته این انگشتر شدم، آوسته شدم، این مثلا انگشترم گم شد، تو خونه بد اخلاقی کنم با زنم با بچه‌ام، نه این کجاست باید پیدا بشه، نه گم شد که گم شد پیدا میشه. اینکه وابستگی نباشه و اینکه ما استفاده کنیم. من یک باور غلطم در یک جمله من میخوام بگم، اینجوری نیست که در ذهن ما همیشه تمام ائمه خیلی در سطح پایین زندگی کردن، نه، آقا امیرالمومنین گاهی وقتا غذای پیغمبر زیتون بوده، روغن بوده، خرما بوده، تمام بهشتی براشون، بله، غذای بهتر هم میخوردن گاهی وقتا. امام صادق علیه السلام جامعه فاخر میپوشید، مرکب خوب داشت، پیغمبر خدا 1/3 درآمدش رو اختصاص به عطر میداد، یعنی عطر خوب میخرید. اونها هم، ما در مورد مثلا امام رضا داریم، در مورد بقیه اهل بیت داریم که اونها هم زندگی های خوبی داشتن، ولی در زمان امیرالمومنین اون زهدش نسبت به بقیه ائمه بالاخره الگو بوده، بالاتر بوده در عبادت، در زهد، اینها
ما تلاش کنیم که الگو قرار بدیم. در یک کلام میشه گفت که ائمه ما متناسب با زمانی که زندگی میکردن همون تو سطح پایین اون جامعه خودشون بودن؟ تقریبا یه چیزی تو این مایه ها. ببینید بعضی از ائمه شرایطشون یه جوری بوده یا مثلا اون زمانه میطلبیده. مثلا مثال واضح امام صادق، شاید این روایت شنیده باشید که یکی خدمت آقا امام صادق علیه السلام اومد، حالت طعنه که پدر شما امیرالمومنین زاهد زندگی میکرد، زاهدانه بود، شما این لباسا چیه میپوشی؟ حضرت فرمود وای بر تو. این به این معنا نیست که ما استفاده نکنیم، ولی حق مومن لباس خوب، مرکب خوب استفاده بکنه. و ائمه هم همینجور بودن گاهی وقتا، بله غذای خوبم میخوردن، ولی اونها چون که میخوان الگو باشن و اونها حقیقت دنیا رو دیدن، کسی که حقیقت رو ببینه اصلا دلبستگی و علاقه ای نداره به این دنیا، فقط میخواد گذر کنه. یک مثال میزنم و از این قسمت عبور کنیم. ببینید همه شما سوار هواپیما شدید، وقتی که میخواید از سالن شما رو ببرن قسمت هواپیما، با یه اتوبوسی میبرن، معمولا این اتوبوس ها صندلی کم داره، حالت ایستاده است، همه وایستادن، امکانات صندلی های اتوبوس های شهری رو نداره. گاهی وقتا مثلا هیچی هم اعتراض نمی کنه، آقا این چرا صندلیش کمه، این چرا مثلا تهویهش کمه، این چرا نورش کمه، هیچکی اعتراض نمی کنه، چون میدونه قرار این قرار نیست با این اتوبوسه برم، قرار اینه منو برسونه به هواپیما، وابسته نمیشه. احسن، این اینو میخوام مثاله خوب معلوم بشه. اهل بیت اگر کسی شناختش الگو قرار بده مثل ائمه، مثل اهل بیت، چشمش باز بشه میفهمه که این دنیا مثل اون اتوبوس است، قرار ما رو برسونه به هواپیما، لذا گیر نمیده به خیلی از مسائل. اینو باید داشته باشیم که گیر ندیم، کمبودها نق نزنیم، قر نزنیم. برمیگرده به این مثال که دنیا به کامت شد شد، نشد نشد. بله، مثلا اینکه انسان قصه نخور. احسان آجا آقا یه سوال داشتم. بله. یعنی شما میگید در صورتی که اهل بیت حتی اگه مال و اموال داشته باشن زهد بکنن، چون مثلا امیرالمومنین معروف هستن، حتی توی اشعار هم اومده میگن برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. یعنی اینکه داره زهد میکنه به همه هم میده، چرا حالا اینجوریه؟ خودشون استفاده نمیکنن. درسته درسته، ما در مورد امیرالمومنین علیه السلام و بقیه اهل بیت به این معنا مثلا نبوده که اونا نداشتن، از نداری مثلا این حضرت نون جو میخورده، نه. در یک روایتی داره که جوانی اومد در خانه آقا امیرالمومنین علیه السلام با ناراحتی که پدر من از دنیا رفته، و در وصیت نامه نوشته که مثلا 70,000 یا 770 یا 700 درهم از شما طلب داره. حضرت مثلا صدا زدن آقا امام حسن رو، گفتن برو از اون پستوی خانه این مبلغ رو بیار، مبلغ زیادی هم بود، آوردن بهش دادن. رفت فردا با شرمندگی برگشت، گفت من اشتباه متوجه شدم، پدرم در وصیت نامه نوشته من مثلا 700,000 درهم بدهکارم به علی ابن ابی طالب، پول آورد. حضرت فرمود ما بدهکاری که بابات به ما داد از دنیا رفته ما بخشیدیم بهش، حلالش کرد. اون پولی هم که ما بهش به تو دادیم مال خودت باشه، ما چیزی به کسی بدیم پس نمیگیریم. این بخششایی که در مورد امام صادق دارن کنار خانه خدا، یکی اومد گفت پولم گم شده، تو فقط اینجا بودی، بده پولم. حضرت گفت بریم خونه، دادن. اینجوری نبوده که دستشون خالی بوده، نه، اونا بخشش های زیاد میکردن به موقع، به جا، جاهای مختلف. مثلا آقای امام حسن داره مرد شامی میومد، سفره دار بودن. یک نکته ای که هست در مورد اهل بیت، مثلا آقا امیرالمومنین همیشه دو تا سفره داشت، مهمون که میومد غذای خوب گوشت داشت برای مهمون، سفره خود حضرت سوا بود، یه سفره دیگه نون خوش بود، مقدار نمک بود، نان جو بود، همیشه دو تا سفره داشتن. اونها پس این ندار نبودن، دارا بودن، بخشش میکردن. ولی خب بعضی اهل بیت هم مثل امام رضا، مثل آقای امام جواد، اینها هم بخشش داشتن هم خودشون بالاخره استفاده مردم بیشتر میدیدن، که به این معنا نباشه که اونها باید مثلا حتما کم باشه، حتما ضعیف بپوشن، حتما استفاده نکنن، نه. پس ما به عنوان یک مسلمان، یک شیعه، وظیفه داریم که استفاده کنیم، هیچ اشکالی هم نداره، حق من هست که از بهترین مرکب، از بهترین خانه استفاده کنم. ولی نکتهش اینه که باید در جایی که کم بود هست، یک مصیبتی اومد، ماشینم از دست دادم، مرکبم از دست دادم، مال و اموالم از دست رفت، اونجا من چه عکس العملی نشون میدم؟ این رو میخوایم انشالله یاد بگیریم. آقای حسینی، ما در مورد پیغمبر داریم که میفرمایند که فقر افتخار منه،
بعد در جای دیگه میفرمایند که هر کجا فقر وارد بشه، از هر دری فقر وارد بشه، از همون در ایمان میره. الان این جمله، این دو جمله متناقضه. الان بالاخره فقر خوبه یا فقر بده؟ اصلا سوال منم هستش، سوال جالبیه. احسن، نه سوال خوبیه. ببینید این خیلی، این سوالو یعنی در متن جامعه جوانها زیاد سوال میکنن، یک تناقضی بین نه تنها این حدیث، در مثلا شما میرید تلویزیون روشن میکنید، حاج آقای داره صحبت میکنه، میگه راز مثلا عاقبت به خیری، کسی میخواد در دنیا خوشبخت بشه، پیغمبر فرمود این ستا رو رعایت کنه. بعد میرید مثلا یک هیئتی حرمی جایی، یه منبر دیگه میگه امام حسن علیه السلام فرمودن هر کی میخواد عاقبت به خیر بشه این 5 تا رو رعایت کنه. بالاخره اون ستا است، این 5 تا است. در اون خانواده حدیث ما خیلی از احادیث داریم که ظاهرش به هم دیگه شاید نخوره، از جمله همین بحث است. در بحث فقر مثلا حدیثی که ایشون اشاره کردن، پیغمبر فرمود الفقر و فخری، اینی که من فقیر هستم و فقر دارم افتخار منه پیغمبر. خب اینجوری ما این حدیث رو میبینیم میگیم خب فقر خوبه دیگه، خدای به من فقر بده. نکته، آیا ما یکی اومد خدمت پیغمبر گویا رسول الله من همیشه فقر رو از ثروت بیشتر دوست دارم، مریضی رو از سلامتی بیشتر دوست دارم؟ پیغمبر فرمود ما اینجوری نیستی، ما راضی هستیم به رضای خدا. اگر خدا برای من فقر خواسته من همونو میپسندم، اگر برای من سلامتی خواسته من همونو میپسندم. حالا پیغمبر میفرماد الفقر و فخری، افتخار من پیامبر اینه که فقیر هستم. آدم این حدیث رو میبینه میگه خدا شکر انشاءالله ما فقیر باشیم مثل پیغمبر، مایه افتخار ما باشه. بعد یه حدیثی میبینیم که جای دیگه میگه کاد الفقر ان یکون کفر، انقدر فقر بده که انسان رو به کفر میکشه. این که شد بعد بالاخره چیکار؟ جوابی که علما و عالمان بحث علوم حدیث میدن، میگن باید تمام احادیث جمع کنید. احادیث ما فقر چند نوع داریم، گاهی وقتا یک فقری هست که به معنای مختلفه. من بخوام سریع توضیح بدم، یک فقر افتقار ذاتی به خداوند متعال. آقا همه من و شما نسبت به خدا فقیریم، انت الغنی و من الفقیر، ما همه نسبت به خدا فقیریم. این یه معنای خوب فقره، یعنی نیاز داریم به خداوند، نیاز به خداوند داریم. ما نسبت فقرا و آره احسن، ما از یک، این یه معنای خوب فقره که ما نسبت به خدا فقیریم. یک معنای دیگه نیاز به هم نوا، من میرم نوایی به نوا محتاجه، میرم کفاشی به کفاش محتاجم، نیاز به یک و هم دیگه، اینم یه نیازه، اینم یه معنای فقره، اینم معنای خوبیه. گاهی وقتا یک معنای فقر در روایت اومده معنای بدیه. مثلا میگن فقر در بعضی از صفات نمایانگر میشه، به این معنا که کسی که خسیسه در روایت بهش میگن فقیر، کسی که بخل داره میگن فقیر. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید تعجب میکنم از کسی که در دنیا مثل ثروتمندها، مثل فقرا زندگی کرده، اما در آخرت در صف ثروتمندها حساب کتاب پس میده. اون آدم خسیسه، میگن در دنیا این فقیره. این هم یه معنای فقره، این معنای بد فقره. یه فرق داریم، فقر فرهنگیه. مثلا یه آقای به من گفت من پدرم 10 ساله که حج واجب بگردنش هست و نمیره، در اون شهر ما رسمه وقتی کسی میره حج برمیگرده باید همه ریز و درشت و شام بده، مثلا 1000 نفر باید تالار غذا بگیره و غذا بده، پدرم به خاطر اون خرج بعدش نمیره. به این میگن فقر فرهنگی. اینجوری پنهونی بره کسی نفهمه که ببینید یک واجب رو ترک کنه. حالا نمیدونم دیگه رسم اونجا چجوری بوده، طرف میاد دیگه میریزن برشکست. آره دیگه، ببینید انسان از یک بحث مثلا واجب خدا ترک بکنه به خاطر اون ترس بعدش، این یه معنای فقر بده، فقر فرهنگی. یه معنای فقر اینه که آقا انسان از آینده بترسه، مثلا صدقه نده، چون شیطان یکی از وظایفش اینه، از شیطان یعدکم الفقر، هی میگه خود دختر داری میخوای عروس شه، پسر داری میخوای، بعدا میخوای ازدواج کنی، بعدا گیر میکنی. پس فقر در احادیث، به همه اون احادیثی که شما متناقض میبینید، اونا معناهای مختلفی داره. اونجایی که پیامبر میفرماد الفقر و فقری، چه بسا معنای پیغمبر اینه که من نسبت به خدا فقیرم، این افتخار منه. اونجایی که پیغمبر میگه فقر بده، یه معنای ظاهری فقر همینه که من تو زندگیم کمبود دارم، خونه ندارم، ماشین ندارم. اونجایی که میگه فقر بده، منظورش اونه
پس معانی مختلف داره. ما تو ذهنمون بین جامعه فقیر کیه، فقر چیه، اینه که انسان نداره. همه رو میخواییم با همون خطکش بسنجیم. نه، خطکش فقر 5 تا 10 تاست، هر کدومش یک معنا داره. باید ببینیم اون حدیث مطابق کدوم یک از معانی فقره. اگه موافق باشید یک فاصله کوتاه ببینیم و برگردیم. با ما همراه باشین، کافه پرسش رو دنبال کنید. ولی این رو بدونیم که زندگی اهل بیت علیهم السلام ساده زیستیه و ساده زیستی با فقر تنافر داره و منافات داره، این دوتا با هم دیگه. و اگر ما بخوایم ساده زیست باشیم تو این دنیا، در حالی که هم پول دار هم باشیم، میتونیم بهترین ها و ساده زیست بودن خودمون رو ادامه بدیم. همچنان با کافه پرسش در خدمت شماییم. امیدوارم تا به اینجای کار لذت کافی رو برده باشید. تا به اینجا در مورد فقر، ساده زیستی و قناعت و انواع فقر هم صحبت شده. اما بریم جلوتر ببینیم به کجا بحث ما کشیده میشه. حاج آقا یه سوال کلی بخوام از شما بپرسم، حالا یه ذره به دور از بحث فقر و این داستاناست. چرا آدمای دیندار اکثرا پولدار نیستن، اینجوری بگم، ولی آدمایی که بیدینن اکثرا پول دارن؟ احسن، سوال خوبیه. چون این در جامعه مثلا جوانهای ما خیلی، من این دیدم، سوال میکنن به حالا لیولهای مختلف، مدلهای مختلف اینو سوال میکنن. مثلا ماه رمضان میشه میگن چرا اونایی که روزه نمیگیرن مثلا شاسی بلند دارن، ماها که مثلا روزه میگیریم ما از زندگی اون اینجوری. یعنی آیا داشتن دین یا نداشتن دین به داشتن پول یا نداشتن پول مربوط؟ اینه که ما خیلی پولدارم داریم که دیندارم هستم. چی میخوایم بگیم؟ این جواب نقضش با امین میشه. هست. آیا رابطه بین دینداری و مثلا فقر هست یا نه؟ رابطه بین اینی که انسان اهل دین نباشه و ثروت هست؟ لزوما ببینید این نیست که هر کس که ثروتمند بود بیدینم هست، هر کس که ندار بود زندگی ساده ای داشت حتما دین داره. نه، اینها مثلا بخوایم یک مثالی براش بزنیم، مثلا کسانی بودن که از نظر دینی بسیار در درجه بالایی بودن و ثروتمندم بودن. از دو سه تا مثال بزنیم. از صدر اسلام وجود نازنین حضرت خدیجه سلام الله علیها در بین زنان که اطرافش بود، منطقه خودش، جز ثروتمندترین زنها بود. یعنی در روایت داره که چقدر چطور ثروتش رو میبرد، چقدر تا چند تا کاروان تجارت داشت. این خب جایگاهش که میدونید در دنیا چه ثروتی داشته، بجز اون سالهای دو سال چند سال آخر عمرش که تو شعب ابی طالب بودن، بقیه عمرش حضرت خدیجه سلام الله علیها زندگی مرفهی داشت. خب یکی از زنان پولدار جامعه اون زمان به حساب میمدن دیگه. بله، و آخرتش هم که آخرت خوبیه. میخوام بگم لزومن این نیست که هر کسی حتما ثروتمنده آدم مثلا بیدینی هم باشه. یه مثال دیگه، علامه مجلسی از علماییه که از نظر مالی بسیار وضعش خوب بوده، یعنی غذای خوب میخورده، لباس خوب میپوشیده، مشکل مالی نداشته. این جزء کسایی بوده که، و جایگاه علامه مجلسی هم کسی منکر نمیتونه بشه در قیامت. مثلا در زمان امام حسن عسکری که آقای رفت سامرا دیدن آقای امام حسن عسکری، حضرت سوال کرد از جناب جعفر ابن شریف چه خبر. جعفر ابن شریف در گرگان امروز ما یکی از ثروتمندا بود. این گفت آقا هم وضعش خوبه، هم سفره پهن میکنه بقیه بخورن. دعاش کرد آقا امام حسن عسکری، گفت من یک دعا میکنم خدا پسری به تو بده، اسمش بذار احمد، از دوستداران ماست، احمد ابن شریف گرگانی. این آقا، پس نکته اول، لزوما هر کی که بیدینه ثروتمند نیست. گدای ارمنی میگه ما تهران شما کم دیدید، مثالش کسان گدای وضع مالی نداره، دینش هم که خب ارمنیه دیگه، این مثالی که استاد ما میزد همیشه. یا مثلا کسایی که قتله آقا ابو عبدالله، حتی اونایی که در جنگ شرکت کردن بعدن فقیر بودن، مثلا اونایی که سر مطهر آقا ابو عبدالله رو میبردن، چند جا دیر راهب طلا گرفتن که سر رو امانت بدن، صبح نگاه کردن طلا همه سنگ و چوب شده، فقیر بودن. پس همیشه اینجوری نیست. خب حاج آقا یه سوال، حالا از اطرافیانم خیلی شنیدم که میگن ثروت و مال فساد به همراه میاره، به نظرتون درست این حرف؟ یعنی تا یه حدی بگذره بله، فساد شروع میشه. آره، اینو یادم بندازه که تتمه بحثم حتما این رو بگم. در جواب شما، جواب اول اینه که لزوما اینجوری نیست.
حتما پول داره، آدم بدیه، بی نمازه. ولی چرا؟ خیلی در خیلی از موارد است. این چند تا جواب داره. یک، گاهی وقتا خدا یک سنت املا داره، مهلت میده. یک جوانیه که نسبت به دین، به تقیدات مذهبی اهل بیت، نماز، روزه هیچ اعتقادی نداره، مشروب خوره اصلا هیچی، خدا بهش این مهلت میده، بعضی پول خوب میده که اصلا راه توبهش باز نشه، سمت خدا نیاد. یک سنتی داره خدا، سنت مهلت دادنه. یک سنتی داره خدا، استدراج، کم کم عذاب میکنه، میگه صبر کن 10 تا عذاب گناه که کردی بعد عذاب میرسونم. این یه جوابه. جواب دوم اینه که ما با یک نگاه میخوایم برای یکی نسخه بپیچیم. مثلا من یک جوانی میبینم در ماه رمضان تو شاسی بلند نشسته، جنس مخالف هم کنارشه، خلاصه این نوشیدنی هم داره میخوره، سیگار هم لب دهنشه، میگم ای بی دینه فلان، ببینید وضعش هم چقدر خوبه. ببینید شاید این جوان نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ارتباط با جنس مخالف هم داره، اما شاید همین جوان به مادرش خیلی احترام میکنه. خدا این احترام به مادر رو در دنیا در مال براش جبران کرده. ما که نمیتونیم با یک نگاه برای یکی نسخه بپیچیم. شاید یک بنده ای که مؤمنه و اهل دین، دیندار خوبی، نمرش هم بالاه، اگر خدا بهش ثروت بده این دینداریش دچار نقصان میشه، خدا از سر محبت بهش نمیده. پس نکته اول، لزومن این نیست، ما ثروتمندهای بسیار خوبی داریم. الان شما حرم آقا ابا عبدالله حسین رو سم، قبلا فضا باز بود و آسمون پیدا بود، سقف نداشت. یک آقای بسیار ثروتمند از امی تبریز ما هزینهش متقبل شد، تمام حرم آقا ابا عبدالله رو سقفش رو هزینه شد داد. آدم های خیلی خوبی هم اینجوری هستن که مثلا شما همین بحثایی که الان بیمارستان‌هایی که می‌سازن برای سرطانی ها، برای بیماری‌های خاص، اینا در کل درمانش رو متقبل میشن. اینایی که بالاخره نه همین پولدارها هستن که دارن. پس پولدار خوبم داریم، از اون جهت پولدار بی‌دین هم داریم. یا سنت خداست داره مهلت میده، یا کم کمش عذاب میده، یه سال میگذره بعد 10 سال عذاب بهش میده، بعد 20 سال عذاب میده. یا اینکه نه، یه کار خیلی کرده، خدا داره براش اونو جبران می‌کنه، بقیه گناهانش رو میذاره برای قیامت که تصفیه حساب کنه. خب ببخشید حاجی، جواب سوال من موندش. ها بله، سوال شما که اگر کسی این بود که کسی معتقد هست که پول اگر برسه امکان داره که به فساد کشیده بشه، اینم عمومیت نداره که همیشه همینطوره. اون مثالای زیادی داره، ما کسانی داریم که خب وضع مالیشون هم خوب بوده و اون ظرفیت رو داشتن، به فساد هم کشیده نشدن. ولی چرا؟ خیلی زمینه خطرناکه که انسان اگر به مال دنیا برسه در مقابل گناهان و امتحانهای الهی میتونه پیروز شه. چون من یه وقتی با یکی از ثروتمندهای تجار تهران من صحبت میکردم، ایشون به من میگفت حاج آقا امتحان، با امتحانی که خدا میگیره، با فقر سخت داره به نظر شما یا ثروت؟ گفتم معلومه خب با فقر، اینه که انسان مثلا زندگی نداره بخوره، اجارهش هم عقب افتاده، بچهش هم همجوری، یه وقت تو همه این نداری یه مریضی هم میاد، چقدر سخته؟ گفت نه، امتحان با ثروت سخت داره. گفتم چطور؟ گفت شما الان خیال میکنی اگر من وضع مالیم خوب بشه یه ساعت میخرم 10 میلیون، یه ماشین میخرم مثلا 2 میلیارد، یه خونه میخرم یه ویلا. ولی وقتی ثروتمند بشی اینجوری نیستی، دوست دارید 5 تا ساعت داشته باشی، هر 5 تا مارکو داشته باشی. آره، میگفت امتحان با ثروت خیلی سخت داره. مثلا یه ذره که وضع مالیت خوب میشه، دوست داری جواب تلفن‌های رفیقای دست پایینت رو ندی، فامیلت رو ندی. اصلا یک حالتی برات پیش میاد که افتته که به اونا مثلا توجه کنی. بعد به یک ماشین قانع نمیشه. دوست داری یه ماشین مثلا شاسی بلند داشته باشی، یه سواری داشته باشی، یه ماشین اسب داشته باشی، 3 مدل داشته باشی، یه ویلا تو این شهر. میگفت به مراتب امتحان با پولداری و ثروت سخت‌تره. دیدم راست میگه، واقعا همینه. اگر انسان گاهی وقتا ثروت، اون ظرفیت نباشه ثروت بهش بدن، گاهی وقتا اون دینش رو امتحان رو بعد پس میده، اصلا دینداری دستش میره، به مصلحتش نیست. لذا خیلی وقتا خدا بعضی از بنده ها اگر ثروت نمیده، هی دعا میکنه. میگه یه خانمی تلفن زد گفتش که شوهر من چند وقت نماز نمیخونه. گفتم چی شده؟ گفت میگه من دعا میکنم خدا به من ثروت بده، چرا خدا به من پول نمیده، منم دیگه نماز نمیخونم. گفتم که شاید اصلا ثروت به صلاح شما نباشه. اون مثال واضحش که معاذ، یکی از اصحاب پیغمبر، نماز میومد سه وعده، گفت یا رسول الله دعا کنید من وضعم خوب بشه. حضرت فرمود به صلاحت نیست، اصرار کرد، یه سکه از پیغمبر حضرت بهش دادن
بعض مالیش خوب شد، کم کم نماز مغرب نمیومد، نماز ظهر، نماز صبح دیگه کلا نمیومد. دوباره پیغمبر دیش گفت اون یه دینارم پس بده، پس داد، دوباره فقیر شد، دوباره اومد. داستان من و شماست، گاهی وقتا به صلاح من و شما نیست. و انسان گاهی وقتا مال بعضی از آدمای متدین رو چنان یاغی میکنه، در بعضی از حتی رحم به نزدیکانش نمیکنه. ما مثلا مثال میزنیم محبت مادر میشه مثال معروف برای ما که مادر محبتش به فرزند خیلی زیاده. در مورد یکی از سلاطین داره که فکر میکنم که در زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از همین پادشاهان برمکی، مادرش این آقا مثلا 500 دینار طلبکار بود، طلبکارا اومدن گرفتنش، لختش کردن تو بیابون، خوابونده بودن میزدنش. مادرش ثروتمند بود، همون موقع 5 برابر 10 برابر اون مبلغ رو تو خونه داشت و پس توی خونه بهش گفتن بچه تو دارن میکشن بده، گفت به من چه، خودش گرفته خودش هم پس بده. یعنی بچه رو کشتن، جعفر برمکی بود فکر میکنم، کشتن، مادرش حاضر نشد این پولو بده. چنان ما نسبت به دیگران بی عواطف میشیم. خیلی از ثروتمندای ما مثلا پول بهش میرسه، خواهرش یادش میره، همینطور هم وابستگی میاره، وابستگی به پول، مال، دنیا، آره. مال که حتی از عواطف، از نزدیکان خودش میگذره، از دین و خدا و اینا که به راحتی میگذره، پا میذاره رو خیلی از مسائل. حاج آقا به همین نسبتی که شما دارید میگید پول این کارا رو میکنه، فقر هم این کارا رو میکنه. اونم بله، اونم همون جوره. پس جفتش یه جوره. ولی فکر کنم کمتر باشه مرحلش به خاطر اینکه خب همین بحث امتحانه که زمینه فرق رو نداره، ولی ثروت دیگه زمینه آماده است فراهمه. چرا اتفاقا چرا فرق هم داره؟ زمینش خیلی بدتره. اصلا حدیث پیغمبرم در همین مورد که میگه از هر دری فرق بیاد ایمان میره. اینو در مورد ثروت نداریم ما. کار کارشناسی و میدانی بشه که آقا آیا مثلا امتحانه با ثروت سخت داره، اونی که پول بهش بدیم زودتر از دین غالب، یعنی من فکر میکنم این بره. ببینید اونی که فقیر میشه زودتر از دین خارج میشه یا اون که پول زیادی یهو بهش میرسه، غالبا فکر میکنم این بره. معمولا اون که فقیر شده تحملش بیشتر میشه، چون اون که فقیر میشه ای ارتباطش با خدا بیشتر میشه، خدای بده خدای بده، هی توسل. اونی که ثروتمنده زودتر دور میشه، زودتر غرور میگیره، زودتر تکبر میگیرتش. حالا بستگی به شخصیت طرف هم داره. به نظرم درسته برای درآمد مثلا پول یا اینکه مالش زیاد بشه هر کاری رو میکنه، ولی بازم ثروت خیلی فکر کنم. ولی کلی هم باز نمیشه گفت، این نسبیه. هم این تناقضش این ور هست هم این ور. ولی خب هر دو موردش امکان داره که انسان رو به بیراه بکشه، بیراه بکشه، تعادل باشیم دقیقا. آره. یه نکته ای هم بخوام اینجا بگم در باب این که اگر هر دو طرف، چه اون کسی که فقیر شده چه اون کسی که ثروت بهش دادن، اگر در مقابل این امتحان صبر بکنه، در مقابل این پیروز بشه، تحمل داشته باشه، خدا چه عجیبش میده. شما نگاه کنید مثلا در مورد همین تحمل سختی ها، یا بالاخره این زاهدان زندگی کردن، آیا این مثلا این که در دنیا من وضع مالیم خوب نباشه، این برای من یک نقصیه؟ اون که ثروتمنده اون خوبه، اون یک امتیاز براش هست؟ نه. ما جناب کلینی در کتاب کافی شریف یک بابی داره، چون اونجا باب احادیث رو جمع کرده، یک بابی داره فضیلت فقرای شیعه، در اونجا احادیث رو نقل میکنه، یکیش اینه. در روز قیامت میگن همه مردم تو صف هستن، حساب کتاب پس میدن، ملائک میان یه عده رو میگیرن، اینها رو از پشت گردنشو میگیرن، از صف خارج میکنن، میبرن سمت بهشت. سوال میکنن خدای اینا کی هستن، چیکار کردن؟ خداوند متعال به اینها خطاب میکنه، سرتون رو بالا بگیرید، به عزت و جلالم قسم، من شما رو در دنیا به کمبود و به فقر دوچار نکردم که شما رو خوار و ذلیل کنم، امروز چنان عزتی به جاش به شما بدم که بقیه به حال شما قبطه بخورم. بلند شید برید بهش، و اونهایی هم که در دنیا از شما دستگیری کردن، اونها رو هم با خودتون ببرید. لذا اگر کسی در مقابل این امتحان، اینی که حالا یه کمبودی در زندگیش هست، این فقر همیشه تو بحث مالی خلاصه نمیشه. خب یه کمبودی، آقا من یک همسری دارم که همسر خوبی نیست، برای این مصیبت بلاخره اینم یک مصیبت دیگه تحمل کنم. اصلا واژه فقر یعنی نداشتن یک چیزی که بهش فقدان میاز. آره فقدانش. حالا ما ذهنمون نره توی حتما ثروت، امکان داره انسان
داغ فرزند ببینه، همسر خوب نداشته باشه، تو دنیا مثلا قیافه خوب نداشته، یکی اومد خدمت پیغمبر، این صحابی اسمش ذوالنمره بود، خیلی چهره زشتی داشت، کریه بود، اومد خدمت پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله من در دنیا فقط واجبات رو انجام میدم، از مستحبات هیچی انجام نمیدم. پیغمبر گفت ذوالنمره برای چی؟ گفت برای اینکه خداوند منو قیافه خوبی به من نداد، من دوست داشتم خوشگل باشم، یا حداقل قیافه خوبی داشته باشم، انگشت نمای مردم نباشم. حضرت فرمودن آیا میخوای همین الان دعا کنم خدا چهره تو رو زیبا قرار بده، یا در مقابل این چهره در قیامت خداوند تو رو به صورت جبرائیل محشور کنه، کدومو میخوای؟ چون میدونید جبرائیل طاووس الملائکه است، از همه زیباتر جبرائیله. یه ذره فکر کرد گفت نه یا رسول الله، همین قیافه رو میخوام به جاش قیامت. اگر در مقابل کمبودها در اون بابی که در کافی شریف آوردن کسی تحمل کنه، شکوه نکنه، از حد خارج نشه و کف به کف کشیده نشه، تحمل کنه، خدا جایگاه بسیار خوبی به این بنده میده، همونجور هم نسبت به کسی که ثروتمنده. اگر مثلا اون حقوق مالی رو از اموالش بده، حالا زکاتی از رسیدگی به فقرا، رسیدگی به نزدیکان، اطرافیان، اگر به اونها توجه کنه خدا به اونم جایگاه خوبی میده، در قیامت اونها هم جایگاه خوبی دن. هر دو یک امتحانی هست که باید تلاش کرد برای هر دو. پس حاج آقا یه جنبندی کلی اگه بخوایم داشته باشیم، چه آدم پولدار چه آدم فقیر در حال امتحان شدنه و باید صبر کنه و نسبت به شرایطش سازگار باشه و خدا رو از یادش فراموش نکنه، درسته؟ احسن، همون نکته‌ای که ما اول بحث هم اشاره کردیم، هر کسی در هر جایگاهی، خب امتحان‌های خدا متفاوته با توجه به شرایط هر یک از بنده‌ها، ما وظیفه داریم در هر جایگاهی که هستیم بحث شکر، شاکر باشیم. خدای شکرت، الان من ثروتمندم، آزام الفضل رب، خدای شکرت. اون که فقیره بگه خدای شکرت. در هر جایگاهی هستیم اون بندگی و اون شکر رو فراموش نکنیم، ولی در این حال بله، اونی که فقیره دعا کنه خدایا به من از مال دنیا بیشتر بده، منو بی نیاز کن. اونی که ثروتمنده باز حاجت دیگه داره، بیشتر از خدا میخواد بخواد، ولی هر دوی اونها امتحان دارن میشن به گونه مختلف، اون اینجوری این اینجوری. فقط حاج آقا اول بحثتون شما گفتین که هر کسی توی این دنیا یک حقی رو داره، مثلا من یه حقی رو دارم که در آرامش زندگی کنم، حداقل ابزاری که لازمه که توی این دنیا زندگی کنم رو داشته باشم، ولی از این طرف میگید که حالا مثلا کسی تو فقر و نداری به سر میبره، یکی ثروتمنده، یعنی یه تضادی پیدا میشه توی این دنیا، چجوری؟ بله، چرا اصلا؟ همونجوری که گفتم، ببینید به این معنی نیست که من همیشه دنبال این باشم که نداشته باشم، یعنی منم بحث ما اینه که ما اگر بخوایم اهل بیت رو، فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین زندگیشون رو الگو قرار بدیم، خب نگاه میکنیم اونها وضع زندگیشون، حدشون، غذا خوردنشون، لباس پوشیدنشون، آیا منم حتما باید اونجوری باشم؟ نه، خدا خواسته به من بده، من وضع مالیم خوب باشه، من در همون جایگاهی که هستم شاکر باشم و الگو قرار دادن به این معناست که خب حالا در ثروت من مثل حضرت علی نیستم که فقیر باشم، ثروت دارم، خودم رو در اون قسمت حضرت که گذشت میکرد، سفره مینداخت، مهمانداری میکرد، اونجا الگو قرار بدم. و نکته مهم اون دلبستگی نباشه. ما یک مشکلی که کلن اساساً ما مردم داریم اینه که خیلی دنیا رو باور کردیم و اساس زندگی ما این هست که هر چی که هست این دنیا، در حالی که ائمه معصومین و اهل بیت اینجوری نبودن، اونها میدونستن که این دنیا گذراست، به هر چی که هست آخرته. ما برعکس شدیم در بحث الگو قرار دادن، اینی که پیروی از اونها کنیم. امام ما اگر هست با توجه، کسی واقعا اگر توجه داشته باشه، خب بعد از این جریان بالاخره کرونا و این ویروسی هم که اومد، ما مرگهای ناگهانی زیاد دیدیم. تا ذهن ما قبلا میگفت خب این پیرمرد پیرزن نزدیک مردن، الان دیگه جوون بچه همه سنی دیدیم به هر شرایطی از دنیا رفت. اینی که بخوایم ما باور کنیم این خونه‌ای که براش زحمت کشیدم، این ماشین، این پولی که جمع کردم باید بذارم و برم، این نمیخوام قبول کنم. ولی اگر ما قرار باشه که نگاهمون به دنیا مثل اهل بیت باشه، مثل فاطمه زهرا امیرالمومنین باشه، الگو قرار دادن، اینی که
به این برسیم که آقا گذراست. لذا اگر به این باور رسیدیم که این دنیا گذراست، واقعا دیگه اونجوری اون تلاشه، اون که به هر دری شده، مثلا دخل هر روز من باید بشه 5 میلیون، حالا به هر روشی که شده به اون برسم. مثلا یه مثالی بزنم، خیلی مثال قشنگه، میخوام اینو بگم، تمام حرفم این بود که ما وظیفه داریم اگر اونها اهل بیت رو الگوی خوبی قرار دادیم، قرآن هم اشاره میکنه، میگه اولیای خدا چجورن. ما امروز در جامعه ما زیاد اینو میبینیم، آقا برنج گرون شده، یک استرسی به دل من، مرغ کم شد، یک ناراحتی جوش میزنن. یا مثلا من یه زمینی دارم 100 میلیون میفروشم، چند روز بعد میشه 400 میلیون، اینقدر جوش میخورم، اینقدر حرص میخورم، حالا متدین بودم باشم هی میگم استغفرالله استغفرالله، مال دنیا ارزش نداره، ولی تو دل خودم آتیش دارم میگیرم. متدین نباشم به این در میزنم، به اون در میزنم، پس بگیرم، دعوا میکنم، عصبانی میشم، تو خونه بد اخلاقی میکنم. این که ما باور کردیم هر چه که این دنیا، این ثروت، این اولیای خدا چی میگه. ما الان متاسفانه مردم، ما شما در جامعه نگاه کنید، ماشین گرون میشه، یه جور ناراحتی، اعصاب خرد کنی میفته، استرس میگیرن، آی داد بیداد، زمین گرون شد، خونه گرون شد، آقا چه قصه ای داری، چرا ناراحت هستی؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان پروردگار شبهاشون زیباست، روزهاشون زیباست، هفته هاشون زیباست، ماهاشون قشنگه، سالهاشون با آرامشه. چرا؟ هیچ قصه ای ندارن. چرا؟ گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. ما اگر دستمون تو دست امام زمان باشه، اگر توکلمون به خدا باشه، هیچ قصه ای نداره. مثال این بود که میخواستم بزنم، زمان آقای امام سجاد علیه السلام، آغاز این العابدین، چند بار در طول عمرشون پیاده سفر کردن به خانه خدا، با کاروان میرفتن. یه وقتی این کاروان حرکت کرد به سمت مکه، آقا امام سجاد علیه السلام همراه این کاروان بودن، تو بیابون داشتن میرفتن، از بالای تپه‌ای دیدن یه گرگی با سرعت داره حمله میکنه به سمت این کاروان. اونایی که ایمانشون ضعیف‌تر بود، آقا کجا فرار میکنی؟ حجت خدا اینجاست. ما اگر این باور را داشته باشیم که دستمون دست امام زمانه، حضرت بیاد بگه آقا فلانی بیا بریم الان، دستش منو بگیر بریم توی بیابون تاریک، من ترسی مگه دارم؟ امام زمانم اینجاست. یه عده فرار کردن، از کوه بالا رفتن، از درخت بالا رفتن، سوار اسب شدن، تاختن رفتن. اونایی که ایمانشون قوی تر بود گفتن کجا بریم؟ حجت خداست، مگه عالم بدون اذن حجت خدا تغییری درش، ریزترین حیوان بدون اذن امام مگه کاری میکنه؟ کنار امام سجاد دور حضرت وایساد. این گرگی از اون بالا اومد نزدیک کاروان شد، سرعتش رو کم کرد کم کرد، نزدیک امام سجاد شد، با احترام اومد جلو، سرش رو زمین میمالید. بعد حضرت که اومدن جلو، در گوش حضرت چیزی گفتن. آقا امام سجاد دست به آسمون بلند کردن، دعا کردن. این حیوان هم به سمت آسمون یه زوزه کشید و راجو کشید رفت. وقتی این حیوان رفت، اونایی که فرار کرده بودن بالای تپه و باز تاخته بودن، رفته بودن دورتر بالای درخت، اومدن پایین جمع شدن. گفتن آقا این چه اتفاقی بود؟ این حیوان چرا ضرری نرسون؟ این چیکار داشت با شما؟ حضرت فرمودن چون یکی از خصوصیت‌های گرگ اینه که حیوان حریصیه. وقتی حمله میکنه به یه گله، اصلا شاید یه دونه هم نمیتونه بخوره، نمیخوره. ولی همه رو میکشه. آره، مثلا 10 تا 20 تا 30 تا رو میدره، میکشه. 2 تا رو جگرش رو میخوره، میره. حریصه. ولی این حیوان حریص در بین حیوانات، یکی از حیواناتی که بیشترین محبت و علاقه رو به فرزند خودش داره. خیلی بچه دوسته. امام سجاد علیه السلام فرمودن این حیوان به همراه ماده گرگ و همسرش از این مسیر عبور میکردن و اون همسرش هم باردار بود، الان موقع وضع حملش بود. این بو کشیده بود، بوی حجت خدا رو در اینجا متوجه شده بود و من به عنوان واسطه نظام خلقت و حجت خدا اومد، از من خواست که من دعا کنم خدا به اون اولاد سالم بده، فرزندش سالم به دنیا بیاد. منم دعا کردم. گفتن آقا اون که سرش رو به آسمون کرد اون چی بود؟ حضرت فرمود این وقتی من دعا کردم برای اولادش به من یعنی عهد کرد که حجت خدا، من به شما قول میدم که از نسل من گرگ به اولاد شما و به شیعیان و محبین شما تا روز قیامت ضرری نرسه. حالا از نسل اون حیوان، اون گرگی ها، نه که هر گرگی،
بگه آقا پس فلان جا که حمله کرده چی؟ نه، اون حیوان گفت از نسل من تعهد میدم که به شیعیان و فرزندان شما تا قیامت ضرری نرسونه. این انسان اگر باور کنه که دستش در دست امام زمانه، در مشکلات دنیا اینی که الگو قرار بده، توکلش به خدا، دیگه اون قصه و غم نیست، دیگه اون آشفتگی نیست، آرامشه. اون چیزی که امروز در زندگی ما نیست، این ناملایمون، یه ناملایمات زیاده، سری با یک موج کوچیک گرونی اتفاقات کمبودها به هم میریزیم. آره، این نکته بود که می‌خواستم توجه کنید. ممنون، تشکر از شما. دوستان اگه کسی برای امشب سوالی داره از حاج آقا بپرسه تا بحث رو حاج آقا جمع‌بندی بکنن. نه خیلی ممنون، بحث کامل بود. تشکر آقای حسینی. خواهش میکنم، سلامت بشید. این جمله آخرم من بگم برای جمع‌بندی، این بود بحث ما که می‌خواستیم از زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو بگیریم. امروز به این، امشب تو این برنامه‌مون به این توجه کردیم که در زندگی آقا امیرالمومنین و فاطمه زهرا شاید یه سری کمبودهایی بود از فقر و مشکلات و تحمل سختی ها و زهد در زندگی. ما هم تا اونجایی که میتونیم در زندگی تو کمبودها یکی اون تحملمون رو بالاتر ببریم و به این باور برسیم که این دنیا و علایق دنیا چیزی نیست که ما قرار بابتش اینجا بمونیم و گیر کنیم. ما قراره به کمال برسیم، اینجا محل گذر هست، باید این توجه داشته باشیم. خدا اگر به ما داد بگیم خدای شکرت، کمبود داشتیم بگیم خدای بازم شکرت، وظیفه ما شکره. و در مشکلات و کمبودها بلخص در بحث مالی و کمبودهایی که امروز متاسفانه پیش اومده برای مخصوصا نسل جوان ما، یه مقداری توکلمون رو و اون اتکایمون رو به امام زمان بیشتر کنیم. قرار است که ما دستمون تو دست یک امامی باشه، شونمون رو بذاریم که روی تکیه کنیم به یک امام مهربانی که ریسترین مشکلات ما و کمبودهای ما رو حضرت توجه داره. لذا اگر کسی به این مطلب حواسش باشه، اهل بیت رو بخواد الگو قرار بده، تأثیب اونها بکنه، دیگه غم و قصه تو این قضیه نداشته باشه. این به این معنا نیست که از تلاشش کم بکنه، اون بالاخره دنبال تلاش و رفاه بیشتر نره. نه، اشکالی نداره، میتونه دنبال رفاه بره و این توجه رو داشته باشه که اگر جای امتحان شد با مال، اگر فرق بود، خدا جایگاه خوبی در قیامت بهش میده در مقابل صبرش. اگر ثروت داشت، اونجا هم خداوند امتحانش میکنه، رسیدگی به دیگران رو و حقوقی که از نظر مالی به گردنش هست رو توجه داشته باشه. و گفتیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خانه‌ای که حتی کمترین امکانات بود، در اون خانه حسین تربیت کرد، در اون خانه حسن تحویل داد، زینب کبرا تحویل داد. پس میشه با کمترین امکانات زیباترین زندگی رو و بهترین زندگی آرامش رو برای خانوادهمون برمغان بیاریم. اون تا چرا یه عده اینجوری در طول تاریخ به این توجه نکردن؟ چون همونها باورشون این بوده که هر چی که هست در پول و ماورای پوله، خیلی باور کردن حساب و پسنداز و، ولی ما یه عده به این باور رسیدن که هیچی تو پول نیست. پس ما باید اگر میخوایم الگو قرار بدیم اهل بیت رو، دلبستگی وابستگی به دنیا و تعلقات دنیا نباید باشه. انشاءالله که خداوند همه ما رو با احکام و معارف اهل بیت بیش از پیش آشنا بفرماید و توفیق بده که بتونیم اونها رو الگو قرار بدیم و تأثیر به اون حضرات معصومین داشته باشیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای حسینی که امشب رو با ما همراه بودین. از دوستان خوبم محمد جواد، سید امیرحسین و محمد صادق هم تشکر میکنم. تشکر میکنم آقای حسینی و همچنین ممنون از شما که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. شب خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار. ممنونم از آقای سید عزیز. امیدوارم با این گفتگوها بتونیم هم ما و هم شما مطالب خوبی رو بیاموزیم و به خدای خودمون نزدیکتر بشیم. ممنونم. یا علی. ممنونم آقای حسینی و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید. یا علی مدد. خدا نگهدار. قابل توجه شما بینندگان و همراهان گرامی، فایل برنامه امشب رو میتونید در سایت آپارات و یوتیوب شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام مشاهده کنید. 2098-990-164-76-86 هم در اختیار شماست که سوالات خودتون رو از ما بپرسید. تا دیدار آینده، شما عزیزم رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد.